آنچه میگوید ز مکر و فعل و فن هست سلطان با خشم با حشم جویای من اینت مالی خولیای ناپذیر اینت لاف خام و دام گلگی. میگه اینم که میگه سلطان با حشمش با کلیه افرادش دنبال من میگردن، میگه اینا هم یه مش مالی خولی هاست، یه مش حرفای بی ربطه این داره میزنه. اینت یعنی این است، اینا هاش، این یه جور مالی خولی هاست و اینا همش حرف خامه و دامی هست که برای ما گولان این پهن کرده که ما رو بگیره، دام گولگیره. هر که این باور کند از ابلهیست، مرغک لاغر چه در خورد شهیست. یعنی کلن هیچ چیزی قبول نمی کنن از این باز. یعنی این عرض می کنم که این اون حالت حسادته و میگه از این چه لیاقتی میتونه داشته باشه که بره پیش شاه. کمترین جغد ارزنت بر مغز او، مرورا یاریگری از شاه کو. کمترین جغد یعنی یا همین یکی از این جغدای فکسنی که اینجا هستن میتونه بره بزنه تو کله این. کمترین جغد اگه بره بزنه تو سر این، مروه را یعنی او را یاریگری کمک از طرف شاه خواهد آمد. هاشا، این مالی خولی هاست این حرف ها. یعنی اگه یه جغد نزاری بره تو سر این بزنه، این خودش که نمیتونه کاری کنه، شاه هم هیچ کاری به کار این جغد نخواهد داشت. خب پس تهدیدم کردن، گفتن اگه ما الان اینو بزنیم هیچی نمیشه. حالا باز جواب میده، گفت باز ار یک پر من بشکند، بیخ جغدستان شهنشه برکند. اگه یه دونه پر من بشکنه، یه به نوک موم یه صدمه بخوره، این بیخ این جغدستان رو شاهنشاه میکنه، یعنی این از ریشه در میاره این محل رو. جغد چه بود خود اگر بازی مرا، دل برنجاند کند با من جفا. شه کند توده به هر شیب و فراز، صد هزاران خرمن از سرهای باز. خب جغد جواب میده، میگه باز همچنون ادامه میده، میگه جغد چیه؟ اگر حتی یه بازی، یعنی یک چیزی مثل خودم در ردیف خودم، اگر باز هم دل من را برنجاند و با من جفا کند، شاه کند توده به هر شیب و فراز. شاه در هر شیب و در هر سرپایینی، سربالایی یا همه جا رو پر می کند از سرهای باز. یعنی انقدر سر بازها رو می بره به خاطر اون یه دونه کارشون، که از این سرهای بریده باز صدها خرمن درست میشه.
صد هزاران خرمن از سر بازها درست میکنه. کجا؟ در هر شیب و فرازی. چرا؟ برای اینکه دل من رو یک باز رنجونده. تو بیت قبل گفت پاسبان من عنایات وی است، هر کجا که من روم شه در پی است. پس نگهبانی من از تحت عنایت خود اون شاه است و هر کجا من برم این شاه مواظب منه، مثل اینکه افتاده دنبال من و منو مراقبت کنه. در دل سلطان خیال من مقیم، بی خیال من دل سلطان سقیم. پس خیال من در دل سلطان ساکنه، مقیمه، یعنی همیشه اونجاست، یعنی همیشه این شاه به فکر منه، خیال من در خاطرش مقیمه، یعنی همیشه اونجاست. و بدون خیال من دل سلطان حالت بیمار پیدا میکنه، سقیم یعنی بیمار. همین که صحت و سوق میگیم، صحت یعنی سلامتی، سوق یعنی بیماری، سقیم بیمار. خب حالا قبل از این که جلوتر بریم، در اصل این داستان های مثنوی اکثراً محیطی که توشون اتفاق میفته درون خود ما هست، یعنی این ویرانه عرض کردن ما هستیم در شرایط حاضر و درون این ویرانه ما مقدار زیادی جغد هست و یک بازم هست اونجا. این دیگه مثلا یک شماتیکی هست از ما، این ویرانه و جغد و باز. و هفته پیش هم ما داشتیم، ببینید هر هفته های پیش تاکید مولانا روی نزدیکی قران میکرد و نوع طعام ما، یعنی چیزهایی که از دنیا میگیریم، میگفت این هر دو در شما تأثیر داره. اگه یادتون باشه که اون قضاش که قوت اصلی بشر نور خداست و اینا رو گفت، و قران هم که از ستاره ها و اینا مثال زد، گفت قران و از قران خاک با باران ها میوه ها میاد و اینا، از قران سبزه ها با آدم. همه این ابیات هفته های پیش داشتیم روی دو مسئله تاکید میکرد، این که ما از همنشینمون تأثیر میگیریم و از چیزهایی که میخوریم. میخوریم یعنی از دنیا جمع میکنیم. این دوتا رو ما تأثیر میذاره. تأثیری که میذاره در ما المانهای معنوی ایجاد میکنه، و این المانهای معنوی اگه من بخوام یه مثال براش بزنم، تمام خواسته هایی که ما در دل داریم، این خواسته های ما یک موجوداتی هستن محصول تأثیر